قفلده آیا شما در این استدار راسته تلاشه جدید برای تشکیل حکومت و ترمیم از سازمان ملل میخواهید که پاکستان رو دخالت‌های پاکستان رو محکوم کنه و با یه اهرم‌های اجرایی علیه این کار اقدام بکنه یا نه؟ چون پاکستان تا حالا هر گونه اقدامشو در افغانستان رد میکنه و علی رغم اینکه بیش از 1000 اسیر در افغانستان داره و اغلب اینا از سازمان جاسوسی ISI پاکستان هستن. حالا شما تو این زمینه چه انتظاری از ملل متحد دارید؟ با توجه به اینکه برای ایجاد صلح تاکید بیشتر شما الان رو ملل متحد هستش. Because Pakistan continues to do what it does, and because the United Nations has sort of been very negligent towards the presence of Pakistani personnel in Afghanistan, do you imply that in the future it should somehow initiate some sort of sanctions against Pakistan? ما در گذشته از پاکستان بایسی کشوری که در قضایای افغانستان به شکلی از اشکال دخیل است و در موقعیت انجام یک خدمت مؤثر به نفع صلح در افغانستان است اظهار توقع کردیم که به عوض حمایت کردن از یک طرف جنگ در افغانستان به حیث یک کشور همسایه رول مثبت در ختم بحران افغانستان داشته باشند. ما متعجب هستیم از عدم مؤثریت سازمان ملل متحد در مورد ای که مداخله پاکستان را باعث یکی از فاکتورهای اساسی دوام جنگ در افغانستان بشناسد. من فهمیده نمیتونم که چی بیشتر از موجودیت 1000 اسیر جنگی پاکستان مداخله پاکستان در افغانستان اثبات میکنه. با دست داشتن امی دلیل و برهان قوی بر اثبات موجودیت پاکستان هنوز هم متاسفانه میبینیم که تعلل بخرج داده میشه از طرف هیئت خاص ملل متحد در تشخیص مداخله پاکستان و ایسی یکی از فاکتورهای اساسی دوام جنگ در افغانستان. ما در ملاقات و مذاکراتی که با جناب سرمنشی ملل متحد و رئیس هیئت خاص ملل متحد راجع به افغانستان داشتیم اظهار آرزومندی کردیم که ملل متحد به حیث یکی از طرف هایی که نمیتونه حمایت از یک جناح جنگی در افغانستان داشته باشه رول خود به حیث یک میانجی مؤثرانه انجام بده. خب با توجه به اینکه سازمان ملل حتی از شناسایی پاکستان به عنوان یک مداخله گر که اسناد و مدارکش هم هست و اسرا زنده ترین دلیل این مسئله هستن و خودشون هم اقرار میکنن که میگن ما از سازمان های مختلف از جمله حزب جمعیت علمای پاکستان هم هستن، با توجه به اینکه این مسائل وجود داره و سازمان ملل پاکستان رو محکوم نمیکنه، پس چرا تو تشکیلات آینده و تو ساختار جدیدی که هست تمام تکیه شما رو سازمان ملل؟ ما تمام تکیه ما روی سازمان ملل نیست. ما همونطور که جبهه متحد اسلامی ملی نجات افغانستان مسئولیت خود را برای پیشبرد مبارزه برای استرداد آخرین انچ خاک افغانستان از وجود عوامل جنگ که دست مستقیم پاکستان و ملیشه‌های پاکستان در او شامل است پیش می‌بریم، در این حال مطابق با تعهداتی که به سازمان ملل متحد داریم ما میخواهیم که سازمان ملل متحد نقش خود را در ختم جنگ بازی بکنه. اگر سازمان ملل متحد به این وظیفه موافق نشود معنایی نیست که ما جنگ را برای استرداد مناطق زیر اشغال طالبان دوام نمیدیم. We earnestly expect that Pakistan, instead of taking sides with one of the conflicting sides in Afghanistan, that it can play a positive and beneficial role towards the return of peace and order in Afghanistan. And that has been conveyed by us to the Security Council,
His Excellency mentioned a couple of resolutions that we've already submitted to the General Assembly, as well as the Security Council, that we also expect the United Nations to play a positive role towards determining Pakistani aggression, intervention, interference as the most important or outstanding factor for the continuation of war. And then the question was asked, if the United Nations is not in a position to determine, to completely disregard and completely feel indifferent towards the 1,000 Pakistani or Pakistani prisoners in Afghanistan, why do you always say that in the future we're going to rely and we're going to wait and expect the United